احمد رضا بچه ها بریم برنامه رو شروع کنیم. بریم برنامه رو شروع کنیم. これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。آهای کدای ماشید قسمت جدید بورد شو خوش آمدید. خوش اومدین. امروز اومدیم با یه مهمون ویژه. بله سلام. سنا میتونی سلام کنی به مخاطبین بورد شو؟ سلام. سنا دوست و همکار قدیمی منه و متخصص در زمینه ماشید. انیمه. این قسمت میخواییم راجع به انیمه صحبت کنیم. اصلا اولش من بگم که چی شد که ما رفتیم سمت انیمه. من اصلا هیچی راجع به انیمه با احترام به همه انیمه های دنیا نمیدانستم و نمیدانم. یعنی فکر میگم تا حالا واسه دهه 80 هست. خب یه سرچ کردم دیدم نه، فقط واسه دهه 80 نیست. نتفلیکس بیش از نصفی از مخاطبانش در سال گذشته انیمه دیدن و 90% مخاطبان ژاپنی نتفلیکس انیمه بازن و به خاطر همین خیلی پر مخاطبه و به خاطر همین ما یه مهمان ویژه دعوت کردیم که ببینیم انیمه چی هست اصلا. و بعدش هم میخواییم یه ذره بریم تو دل تبلیغات ببینیم انیمه رفت به تبلیغات پیدا کرده یا نکرده، در سنه تبلیغات ازش استفاده میکنن یا نه. آره بریم در خدمت سنا باشیم، مهمون ویژه. چی شد که انیمه دیدی؟ انیمه من این فوتبالیستا رو دیدی؟ آره من انیمه بازم. فوتبالیستا انیمه است که فوتبالیستاست که خیلی قویم. مرزبندی ها رو واسه ما مشخص کنم که سیو ساکتی هم آیا انیمه است یا نه. ببینید بچه ها، دوستای گلم، انیمه همون انیمیشنه ولی ژاپنیه. توی انگلیسی انیمه فقط برای ژاپنی استفاده میشه، یعنی ما استفاده میکنیم میگیم انیمه میبینم. آها. منظورم انیمیشن ژاپنیه. آها بابا ژاپنی باشه. آره خب یکی میدونه، یکی همه میدونن، همه میدونن. چرا فرق داره؟ برای اینکه کاملا فضاش با کارتون، خوب، فیلم و سریال و هر انیمیشنی که تا به حال دیدید متفاوته. آها. خب و نکته که اشاره کردی، از سن کودک تا بزرگسال یعنی 50 سال اینا طبقه بندی شدن. 50 ساله مثلا فکر کن بشینه اترکات تا 50 ساله نمیتونه دیگه، باید بررسی کنیم. مثلا فکر کن بابا تو خونه نشسته سی سگو بابا من با بابام اترک دیدم. در چند سالشونه؟ 50. خب پس آن خدا نگهش میداره. بابا دیگه تو نمیدونی 51 میشه دیگه اصلا. نه به تولد تو خندیدیم ولی دیگه. و هر کدوم از اینا خیلی جالبه، اسم داره. مثلا برای بچه ها که انیمه میسازن اسم خودشو داره، فکر کنم کدومومو که. مثلا برای پسرای جوون شونه، برای دخترای جوون. مثلا برای پسرای اتک، این برای پسرای جوانه، ولی خب همه میبینیم ها، ولی رتبه برای ما آره محدود شده. مثلا ماجراجویی شخصیت لیدش، اصلیش، کاراکتر اصلیش پسر معمولا، یعنی اشتباه شد. امیر ترام خدا رحم کنده. بله امپراتور، بله حتما. بعد بخش بعدیش برای شجو برای دختره جوونه. آها در جذاب مین کاراکترشون دخترن، رومنس خیلی گوگولیه. خب بعد... یعنی پسرا نمیتونن گوگولی باشن. خب حالا بیشتر پسرا میبینن ولی خب بیشتر خوب نیست ولی خب. بعد پارت بعدیش که کلا مال بزرگسالانه، اونا هم دیگه خیلی جنگ و اکشن توش زیاد. جنگ زیاد. این حالا چی داره که اینقدر ملت سر و دست باسش میشکنن واقعا؟ ببین اول یه چیزی رو بگم، تا خودت نشینی انیمه ببینی نمیتونی توصیفش کنی. من الان هر چقدر بخوام بگم انیمه خوبه شما میگین که اوکی. مگه سوباسا انیمه یه اپیزود 20 دقیقه‌ایش رو ببینید خوشتون میاد مطمئنم. و از کسی بپرسید که چی ببینم چون بشناسدتون، ژانر خوبی و معرفی بکنه بهتون که خوشتون بیاد. ببین انیمه فضاش کاملا اوور ریتد میشه، یعنی
exaggerate میشه خیلی نه بذار فارسیش میشه مثلا خیلی bold میشه نه اینم که انگلیسی همه احساسات همه ایده ها افکار همشون زیاد از حد نشون داده میشه. مثلا شما توی هیچ فیلم یا کارتون یا سریالی هیچ چیزی نمیبینید که شخصیتی که پروتاگونیسته یعنی روبروی توه باهاش مثلا میخوای بجنگی به چی داره فکر میکنه، تو فکرش چی داره میگذره، اون چه بک‌گراندی داشته. همیشه اون آدم بعد از که قراره بمیره ولی تو انیمه میای اونم میشناسی و تازه میای جاج میکنی میبینی کدومشون اصلا حق باهاشه و وقتی میمیره شاید اصلا احساس بدی هم داشته باشی. متوجه. آره و اینکه خیلی بهت امید میده، یعنی با تمام چیزی که حس میکنید بچگونه است ولی واقعا من دوستایی دارم که به خاطر این شخصیت ها تغییر کردن، هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی. جسمی یعنی مثلا لاغر کردن که شبیه اون کاراکتر بشه. اینها هم کتاب های سنای مانگای کتاب نیست یعنی let me correct you today is my birthday it's my birthday today یعنی کتاب نیست اینا. ببین کلاس درس نگاه کن اینجا اینا مانگا. خب یه مانگاکا کسی که کشیده اینو و نوشته ببینیم مصور مثل کمیک بوکه. اوکی الان با کمیک فرق میکنه یا نه؟ اینا خب الان دیگه اینا ژاپنیه. نه 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 میخوام بپرسم که الان این سبک این کمیک حساب میشه مثلا؟ خب کمیک معمولا رنگی هم هست ولی مانگاها رنگی نیستن. اون وقت این مانگاها رو اینا تبدیلش کردن به انیمه. به انیمه بیشترشون، همشون نه، بیشترشون از روی مانگاها ساخته میشه و یه برنامه هم هست که دهه 80 ها میدونن اسمش وبتونه و تبلیغ نباشه ازش از رو اونم میسازن. بریم تو دل ماجرای تبلیغات، بریم ببینیم تبلیغاتی که از طریق انیمه ساخته شدن چه شکلی هستن و نظر تخصصی سنا رو راجع به اون قسمت انیمش بپرسیم. سریش میکنی نه؟ باری چلا یعنی جای ایرم سنیکرز بود؟ میشه بگی چی بود؟ چی شد؟ میخوای بگی چیه این اصلا؟ اصلا بگو من هیچی نمیدارم. اینا الان قوله اون تایتانه حمله کرده بعد اینا دارم بیرم باشون مبارزه کنن. خیلی دیپ دارم توضیح میدم. آره بعد اینجا الان باید ایرن رو بخوره اون پسره رو. بجا ایرن اسنیکرز داد بخوره. بعد یه سوال الان کسی که انیمه باز باشه این تبلیغ رو ببینه به نظرت خیلی براش جذابه که اینو تلفیق کنه یا اینجوریه که اگه فنش باشه بهش برمیخوره که آقا چرا اومدین داستان ما رو تغییر دادین؟ نه به نظرم خیلی باحال بود، خیلی خیلی باحال بود و اینکه اون خانمه رو نمیدونم کیه ولی آه اون خانمه کلن داستان نیست اصلا. من خودم دیگه از این باید شکلات محبوبم مشخص شد. واو چقدر عجیب. آره در این حد این یکی از مدل های تبلیغاتی توی حوزه انیمه است که میان با اون تهیه کننده های انیمه قرارداد میبندن، میگن که ما میخواییم با این داستان دیگه شوخی بکنیم، یه حرکتی اضافه تر انجام بدیم، بیا این اسنیکرز رو بده به این قولت بخوره. خب و این همینطور که دیدین الان دیگه این انیمه باز شد، اسنیکرز دیگه شد فیوریت. واقعا آره چرا که نه. آره. اگه بخوای مثلا فکر خب روی مثلا بقیه حدس بزنی چی بقیه هم فکر میکنی که خیلی حال کنن؟ یه سوال، تو به خودت از 1 تا 10 چند نمره میدی به عنوان اینکه یک انیمه بازی؟ 4. آره بابا خیلی دنیای بزرگی تو انقدر اینجوری 4 میدی؟ ده ها چی هن دیگه؟ ببین آخه انیمه های وجود داره که 7000 قسمت هن واقعا. 7000 قسمت؟ آره و کسی که اینو دیده من جلوش تعظیم میکنم. یکی از همکاران ما هست اون هم انیمه بازه. خب بودن 40 سالشه فکر میکنم. آره 40 سال ماشاءالله 40 سالشه. انیمه باز بگو اوتاکو. اوتاکوه اوتاکو. خب مثلا فرض کن که قسمت جدید عطف
قسمت جدید اتکان تایتان اومده بود و واقعا خوشحال بود، ذوق داشت و واسه ما تعریف میکرد. چقدر باحال این طرف با این سنش نشسته. ولی فکر کنم اون داستان 50 سالی که میگی به زودی عوض میشه، یعنی چی بیشتر میشه که همینطور نسل داره به خودش بزرگ و بزرگ و بزرگتر میکنه. در چند سال قبل کسایی که اوتاکو بودن مثلا 10 سال پیش واقعا نمیشد راحت بگی من انیمه میبینم، چون فکر کنم اون بچه هاست. الان ولی اینجوری که انیمه نمیبینی؟ آره الان دقیقا. او مای گاد. ولی الان مثلا شوهر خالی من واقعا خدا نگهش. سلام. سلام. با تعجب به من میگه که انیمه چرا نمیبینی؟ دو فصل، یه فصل، دو فصل اینو دیدم. چه اتفاقی افتاد؟ واقعا یادم نیست چون خیلی وقت پیش دیدم. ولی نکته ای که داره اینه که واقعا جذاب بود. یعنی اولش حالم به هم میخورد از انیمه. محمد علی دوستم اصرار کرد که برو اینو ببین نظر در عوض میشه. ولی واقعا این محتوایی که توش داره، نوع نگاهی که داره، من واقعا پیشنهاد میکنم برید ببینید. خیلی زیاده ولی برید ببینید. حتی اگه در 8 دیدی نیستین. اوه این آهنگی رویچه. آهنگ خود انیمهشه؟ آره. آره رویچه؟ نمیدونم. نوشته بود اولش بکنم بینیچ. اینا نوشابه است. اینا مانورویش. آه رویچه. چه خفه. آه بسته بندیش اومده. این مانوروی شمشیرشه با. این مزه‌ش یعنی فرق می‌کنه؟ مزه‌ش که تا حالا فرق نکنه، ولی شاید تو همون فضای هیروه باشه هیروه. که الان این الان چیز قهرمان هست تو انیمه‌اش. فکر کنم می‌خواد که اینو بخوری مثل اون انرژی می‌گیری. مثلا نیروهاشو می‌گیری و اینو یه چیزی هست راجع بهش، مصاحبه‌ای کردن با دایرکتور نمی‌دونم خلاقیت creative director که یه حرف با مزه راجع بهش زده، وایسید بخونم مثلا. چارلوت اسنجی، خب اسنجی مخفف فامیلیش، creative director، دایرکتور حوزه خلاقیت کوکاکولا، خب در چین ما این نوشابه رو تولید کردیم که ملت وقتی که میخورن احساس بکنن که این جادوه وارد بدن اینا میشه، یعنی وقتی که اینو میخورن انرژی میگیرن، یعنی واقعا فکر کنه این اون چیزیه که اینا میخورن. خب سوال تبلیغ قبلی رو بپرسم ازش که به عنوان دوباره انیمه باز، خودت حالا لزوما نه، کسی که خیلی انیمه میبینه اگه توی فکر کن سوپرمارکت میره اوتاکو منظره اوتاکو بره تو سوپرمارکت یا هایپرمارکت اینو ببینه، خیلی جوریه که برم اینو بخرم دو زومن یا نه برش فرق نمی کنه. اینجوری نیستش که برم اینو بگم اینه و ولش میداره و میره میخوره. پس کلن میگی که خیلی آره. اتفاق خفنی. حتی اگه ببین، حتی اگه ندیده باشی انیمش رو، بدونی که اون انیمه است اینو انتخاب بکنی. من خودم به عنوان طراحی بخوام نگاه بکنم خیلی باسم جذابه که روی دونه بسته‌بندی که همیشه رنگ قرمز بوده کوکاکولا نوشته اومده مثلا یه کاراکتر انیمه گذاشته روش. میدونی من کی دیده بودم؟ سر جام جهانی میگم دلسترای بهنوش بود که روش عکس این بازیکن‌ها رو گذاشته بود، ولی من احساس می‌کنم چون که اونا خیلی پشوانه هیستوری نمیدونم قابل اتکای بازیکن‌های فوتبال ندارن در ایران، اونقدر خیلی حال نمی‌کنه که اینو و اینم حواست باشه که قهرمان می‌تونه باشه اینا. هیرو لامصب اصل لامصب این نمیدونم هزار تا دستاورد داشته، گذشته فلانی داشته، سخت داشته اینا. مثال سادهش اینه که مثلا حالا به غیر از انیمه کاراکترهای مارول مثلا توی مغازه های مختلف آدم ها میرن لباساشون رو میخرن، ماسکاشون رو میخرن، یا نمیدونم اسباب بازیشون یا فیگوراشون رو میخرن دیگه، اونا رو بذارن روی مثلا نوشابه و اینا قطعا میخرن. فضای انیمه کلا انرژی خیلی زیادی داره، یعنی اون موشنی که دارن خیلی، باز میگم اگزاجریتش انقدر زیاده که تو اصلا انقدر هیجان زده میشی که ممکنه یه صحنه رو چند بار ببینی، اصلا هایپ میشی. آره. مثل یه انرژیزا قشنگ واسات عمل میکنه، اصلا عصبانیتاشون. آره رنگا و موزیکشون، وایس اکتراشون واقعا بی‌نظیر عمل میکنن. من یه چیزی که خونده بودم بودش که یکی از خوبی‌ها و مزیت‌های این که کسایی که تو صنعت تبلیغات کار می‌کنن از انیمه استفاده کنن اینه که یک انیمه
بارها تلاش شده که به یک نقطه‌ای برسه که خیلی پشتوانه قوی داره. خب تو میای با یه هزینه معقولی همه این پشتوانه رو واسه خودت میکنی. کوکاکولا اومده با این تبلیغ همه این انیمه رو واسه خودش کرده و کلن رو بسته بندی وقتی کاراکتر میذارن ناخودآگاه چشم آدم میره سمتش، چه برسه به اینکه انیمه روش باشه یا حالا سایلنت پلیت اوتاکو بود اوتاکو اوتاکو باشی. مکتلوت این انیمه نیستش که وسطش تبلیغات باشه. خودم ساخته یه دونه جدا باشه. چنین انیمه اصلا وجود نداره. نه این انیمه نیستش. این چه خوشگل رنگه. این گوشت نمیشه انیمه. خوبه شخصیتشون خوبه شده دقیقا مثل انیمه هست. چه سالیه؟ شیش سال پیش گذاشت. یاشی نظرت راجع به این تبلیغ چی بود؟ خیلی جالب بود. من فکر میکنم اولش مونده بودم، گفتم شاید یه انیمه باشه که ولی کاملا تبلیغ بود و چقدر تایم گذاشتن و چه داستان جالبی هم براش ساختن. مثل یه انیمه است کاملا، شخصیت اصلی داره. چون این انیمه ها همشون هیرو دارن، قهرمان دارن، اینم سعی کرده بود قهرمان بسازه. یعنی گفته بود تویی که میای توی مکدونالد برگر درست میکنی قهرمانی و ارزش برند در اون سازمانی خودش رو خیلی برده بود بالا. از این طریق پیتزا هات هم خیلی وارد فضای انیمه شده از طریق تبلیغات. خیلی توی سبک پروداکت پلیسمنت اومدن کار کردن. یعنی این که مثلا عکسش و فیلماشو میبینیم یه شخصیتی داره رد میشه، دستش پیتزا هاته و این قطعا یه پولی رد و بدل شده بین تهیه کننده و پیتزا هات. خب ولی نقدی که بهش وارد بود این بود که بابا چقدر زیاد این رو توی چش مخاطب کردن. اینا دقیقاً اینه که تبلیغاتشون هم اگزاجره کردن. آره تا تونستن برند رو اضافه کردن که یعنی طرف اصلا اون طرف کاری نداره، داره پیتزا هات میخوره. آره اون طرف پشت سر پنجره است داره پیتزا هات میخوره. خیلی از برندهای دیگه‌ای هم بودن که از برندهای کوچیک تا بزرگ که وارد فضای انیمه شدن و تبلیغ به سبک انیمه ساختن، مثل نسکافه و پپسی و دیزنی و خیلی برندهای مختلفی بودن. یه سری برندها هم هستن البته حالا تو خود ژاپنه، ما خیلی نمیشناسیمشون. محصول ژاپن خیلی هاشون فقط همونجا هست. توی انیمه های خیلی معروف تری هم اینا هست، مثلا ودرینگ ویدیو رو اگه دیده باشین از استودیو گیبلی تو همون مثلا آب معدنی شو تارکا تو دیاو تامنی ایکیتیر کونو ناتسو کیتو آئر سانتوری تنزی. خیلی مشخص نشون میده. اینو خب ما نداریم کلا، اصلا مارکش هم به ژاپنی. خیلی چیزای دیگه مثلا نودل، چیزای خوراکی ها مخصوصا، و خیلی هم اسمم خوشمزه است کلا انیمه، چون رنگ و آره. تصویر داره خیلی خوشمزه، خیلی خوشگله. خلاصه که برید توی یوتیوب بشینید اینا رو ببینید، کلا هم انیمه ببینید، مخصوصا این اتک آن تایتان خیلی جذابه. کلا مفاهیم عجیب غریبی داره. تو هم برو ببین. آره. خیلی جذابه. بعد فوتبالیستا شروع خوبیه. کامبک. مرسی از تنها که مارکنی بیو. خیلی زحمت کشید و سوال پایانی. چون این قسمت مهمون داریم میخوام این فرصت رو مهمون عزیزمون بدم که سوال پایانی رو بپرسه. بپرس. سوالی داری؟ چه سوالی آره. جلو بپرسیم که کامنت بذارم واسه هم؟ میتونم بپرسم؟ آره آره. شما هم اوتاکو هستین؟ جواب بدین تو کامنت ها، بگین که اوتاکو یا انیمه باز هستین یا نیستین. خب و اینکه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه خدافظیتون چیه؟ بدرود. نمیدونی؟ خب پس بدرود.